من اتفاقا در هفته گذشته فکر کنم یادم دو هفته قبل گفتم که منو دعوت کردن در سال 1993 بود. ببخشید من فکر کردم 1992. وقتی روی DVD رو نگاه کردم دیدم که نوشته 1993. در سال 1993 گفتم آقای بیبیان به من دعوت کرد که بیا امروز جلسه رسانه های همگانی شهر لس آنجلس. خدمتتون گفتم وقتی وارد اونجا شدم توی المپیک کالکشن دیدم 70 80 نفر نشستن، همه اونجا هستن. اینو کسی که آگهی میگیره برای تلویزیون ها یا برای روزنامه اونجا نشسته، خلاص همه. که اولین کسی بودم که اعتراض کردم. من اینجا اعتراض رو برای شما پخش میکنم، با هم دیگه اعتراض رو ببینید. چه ضوابطی ما میتونیم جزء رسانه های گروهی باشیم؟ جزء یعنی با معلوماتمون یا با تجربه‌مون یا با شخصیتمون، چه چیزی باعث شده که ما رو جزء رسانه های گروهی قبول کنیم؟ البته من همه آدمایی که اینجا نشستن دوستای من هستن، واقعا بهشون احترام میذارم و این مطلبی که من امروز میخوام بگم، اقلا خودمون هستیم اینجا. تو این جمع شاید از 10 نفر بیشتر در رسانه گروهی اصلا نمیدونن رسانه، یعنی بیشترشون. آخه نمیشه که من که کامرام منم فقط میرم تصویر عروسی میگیرم و تصویر شما رو میگیرم بیام اینجا بگم منم رسانه گروهی ام. آخه میگی میشه؟ آخه کسی که میره اد میگیره که نمیشه بگه رسانه گروهی ام. یعنی یه خورده حقیقت رو به خودمون بگیم، چون رسانه گروهی واقعا وظیفه خیلی مهمی داره. بله سوال. پس اون آدمی که قلم میزنه، اون که تصحیح میکنه، اون که چاپ میکنه، اون که چای میاره، اینا اساس نامه است. شما بابا اینو استاپ کن. اینکه غلط، من که با اساس نامه شما غلط داره. خب آقا اینو استاپ کن. شما دیگه من نگی تفسیر غلط. اجازه بدید. نه عبارت غلطه. عبارت غلط. استاپ. خودتون استاپ. من شما دیگه من نگی تفسیر غلط. اجازه بدید. نه عبارت غلطه. عبارت غلط. استاپ. شماست یک اساسنامه خامه. ببینید فکر کنید که ایرادگیری به یک چیزی کشف کردید، نه یک چیز خام رو در اختیار شما قرار دادن. شما باید بشینید ارزیابی بکنید، استنتاج کنید، تصحیح کنید، اصلاح کنید. من این اساسنامه باید بفهمم این آقایون رو برای چند سال انتخاب می‌کنم. من این اساسنامه باید بدونم اعضای جمعیت چه مشخصاتی باید داشته باشه. باور کنید فکر کنم بین 60 تا 70 نفر بودن. 23 سال از اون زمان میگذره. خب متاسفانه یه دشون از بین ما رفتن، رو همشون شاد. ولی در اون جلسه اونی که من میشناختم که اینها در صورت الفبای اقلا رسانه همگاری میدونن و تجربه دارن، یکی آقای فرهنگ فرهی، یکی اون آقایی که به حساب رئیس جلسه شد به نام آقای بروخون که بنده نمیشناسم، ولی همه میگفتن که یکی از بهترین گزارشگر و ژورنالیست قدیم بوده، آقای منوچهر امیدوار که البته ایشون فوت کردن، آقای میبودی، آقای سعید قامقامی، خانم عباسلطی، خانم همای سرشار، یه چند نفر دیگه، یه تعدادشون فکر کنم بین 10-12 نفر بیشتر نبود که الفبای رسانه رو میدونستن، رسانه همگانی رو، ولی باقی دیگه نخودی بودن. آقای حالا البته فوت کرده، آقای ایرج رستمی یه زمان هنرپیشه بوده، آمده بود اینجا مجله ایران نیوز زده بود، بعدم یه تلویزیون زد به نام پرژن امریکن تلویزیون. خانم شورا آداشلو، ببینین اینایی که من میگم اینا باور کن به احترامشون دارم مخالفم نیست، ولی خانم ببخشید خانم شورا آداشلو یه هنرپیشه، اون موقع تقریبا هنوز مثلا معروفم نبود، ولی چون تو برنامه‌های مختلف میومد برنامه میگفت، برنامه اجرا میکرد، یکی نمیشه جز رسانه‌های همگانی گفت. خیلی جالبه که در اون جلسه که بعد البته من فوراً ترک کردم اونجا رو، چون باور نداشتم، یک رأیم آورده بودم. خب چی شد اون جلسه؟
رای گیری کردن، انرژی گذاشتن، وقت گذاشتن، خرج کردن، هیچ نتیجه نگرفت، به هم خورد. بعدا من فهمیدم که دستبندی بوده، هر کسی گروه خودش آورده بوده. یعنی همش تو کار به حساب زد و بند و خیلی که حالا شما اصلا بهترین قدرت گرفتی تو رسانه، قدرت اجرایی داری؟ آیا ما آمدیم اینجا که همون کاری که در ایران میکردیم، همون پارتی بازی ها، همون زد و بندار اینجا اجرا بکنیم؟ یا نه، آمدیم اینجا صدای ملت رو به گوش دنیا برسونیم؟ بابا این انقلاب در صورت تحولی باید در ما به وجود بیاره که طرز فکر ما یه مقدار عوض بشه، از اون زد و بندا، از اون پارتی بازی ها دست برداریم، از اون دروغ گفتن و چوبلای چرخ هم دیگه گذاشتن یه خورده خود برو تمیز کنیم. نه، همون کاری که در ایران انجام میدادیم اینجا هم داریم انجام میدیم، یه نوع دیگه. نه فقط این جلسه ها، من خیلی جلسات دیگه بودم، فیلم برداری میکردم، به هیچ نتیجه نرسیده. بعد یک هفته نادر بی خودی و من و همایون هوشیار نژاد و آقای اردوان مفید رو دعوت که تو برنامه برنامه داشت به نام میناشو، یک شنبه شب ساعت 12 تا 12:30. من اون صحبتی که آقای میبودی کرد که گفت که آبدارچی هم میتونه جز رسانه همگانی باشه، در اینجا من جواب ایشون دارم. این قسمت رو براتون میذارم، شما ملاحظه کنید. شروع کنم، از آقای نادرتی تقاضا میکنم که حرفای منو به هیچ عنوان سانسور نکنه، همین مسئولش بگردم. اگر شما اسم کسی رو در این عنوان نکنیم، خواهش این رو اندازه میدونم. این من اصلا اعتراض من به کار سیاسی این گروه نبود، چون من آدم سیاسی نیستم، به صداقت این گروه بود که آمدم. چون من صداقت، وقتی شما در کارتون صداقت داشته باشین همه کارا جلو میره. من اونجا که آمدم واقعا با یک دید دیگه آمدم اونجا، ولی دیدم آدمهای دیگه اونجا نشستن. چرا اعتراض کردم؟ اعتراض کردم که چرا، البته یکی از همکارا گفتن که آبدارچی هم میتونه در اونجا باشه جزء رسانه گروهی. خیلی خوب، وقتی شما میگین آبدارچی هم میتونه جزء رسانه گروهی باشه، آدم هایی هم که در بیرون دارن با رسانه های گروهی کار میکنن، مثلا فلان فوتو داره ادیت میکنه اونجا، اونم میگه پس منم میتونم جزء رسانه گروهی باشم. خانم ایکس که لویر داره 10 سال رسانه های گروهی رو داره تغذیه میکنه، یا آقای این اونم میتونه فردا بگه منم جزء رسانه گروهی هستم، چون اونم داره، اگه اون نباشه که ایشون هم نیست، یعنی شما وجود نداری، پس همه اینا میتونن جزء رسانه گروهی باشن وقتی که بگیم آبدارچی هم میتونه. ولی من متوجه شدم، دیدم که ما آبدارچی رو آوردیم اونجا یا ماشین نویسی رو آوردیم اونجا که بهش رأی ندیم، ازش رأی بگیریم. این درست نیست. آخر موقع من چرا توی اسمایی که 15 نفر یه آبدارچی نیومد بیرون؟ چرا یه آبدارچی بیرونی نایمد؟ چرا همه آدم هایی که مشخص بودن آمدن بیرون؟ بعد از اون ما همیشه در هر جا که من میرم، میرم که از جوونا صحبت میکنم، جوونا سازنده مملکت هستن، جوونا این کاری میکنن، ولی در همه جا میرم آدم هایی 50 سال به بالا وجود دارن، جوونا اصلا وجود ندارن. یکی این که این آدم هایی که اینجوری میشنن حسن شهرت اخلاقی دارن، آیا اینا به چی چجوری ثابت کردن که شهرت اخلاقیشون در جامعه خوبه؟ آیا تو خانوادهش هم خوبه؟ یک نفری که شهرت اخلاقیش در جامعه خوب باشه باید تو خانوادهش هم خوب باشه. دوما اینجا نوشتن که شرکت در کار قاچاق، خودمونی اون کس شرکت در کار قاچاق، این دو خیلی خوبه، به شرطی که کسی هم که پای دود و منقلم هست اونم نباید این چیز بشه. بیان سابین او آدم هایی که این کاری نیستن بیان بیشن پای تلویزیون میگن آقا ما این کاری نیستیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. این اعتراض من بود روی این چیزا که آمده. اگه اجازه بدیم من اینا رو کوتاه کوتاه بگم. یک عده هستن، من البته احترام به همشون میذارم، بزرگتر من هستن، ولی درست شده این یک وزیری که در ایران وزیر بود ولی 10 تا شغل دیگه ایم داشت. اینا هم هر جا که من نمیرم، من میرم تو آوارگان یه دش اونجا نشستن، میرم توی همبستگی مشاغل یه دی اونجا نشستن، میام توی هر جا من میرم یه دی اونجا. این همیشه اینا همه جا هستن. درسته که انسان باید اجتماعی باشه، ولی با شما با یه دست چند تا اینتون نمیتونی برداری؟
چند تا به این بینید در این 15 سال هم همه امتحان خودشون دارن. اولا آقای عدمونفیل تمام اینایی که آمدن تو رسانه گروهی بنوان رسانه گروهی بله. بیشترشون روی اجباری بزنسه. موقعی که اگه یادتون باشه دو سال پیش شاه اومد اینجا یه دی خبرنگار اونجا نشسته بودن یک سوالایی از ایشون میکردن که اصلا واقعا یعنی به عنوان نماینده ملتن دیگه وقتی یک نفر خبرنگار میره یعنی یک اپوزیسیون به نماینده ملته داره توی توریه کردستان بمب دارن میزنن جو خاورمیانه یک اوضاع عجیبه داره شما وقتی میای باید با زمانت آپدیت باشی که سال یکی با بلش شما چرا در لس آنجلس فرهنگ و هنر باز نمیکنی آخر اصلا این موقع میتونم وارد یه چیزی صادقانه اینجا بگم اجازه میدید یه چیزی صادقانه بگم ما آقای نادر شما موقع پایه خرابه پایش خرابه نیست خرابه پایه رو میشه درست کرد من اینکه میتونم مثبت باشم مسلمه خودم میکنم آقای هوشیار نژاد ما مملکت رو از دست دادیم به خاطر اینکه فقط نشستیم گفتیم پایه خرابه نرفتیم زیر پایه درست کنیم این شونه ها اگر بخوام درستش کنیم اگرم بخوام درست کنیم چون با واقعیت روبرو میشیم چون با خودمون صادق نیستیم چون میخوایم همش به هم دیگه دروغ بگیم باز همین رو میشکستیم تو پس تو میتونی صادق باشی با خودت اگر من صادقم چهار نفر باشیم شرایط من دارم میگم این انجمن رو به خود رسانه‌داران واگذار کنید نیومدن آقای هوشیار نژاد چرا آقای گرگین نمیاد ببین آقا جون گرفتاری من با رقیبم چیه گرفتاری رقیبم با من چیه گرفتاری این تلویزیون با اون تلویزیون چیه گرفتاری کل ما رسانه داران در شهری مثل لس آنجلس با مسائلی که در اطراف ما میگذره چی هست شما مجرد اگر ما اینا رو حل کرده بودیم اول تازه می‌خواستیم کار سیاسی هم بکنیم آقای هوشیار نژاد ما رفتیم کتاب از آخر شروع کردیم نه شما بار. مجرد نمیتونید فکر بکنید همه چی با هم دیگه شما انتزاعی دارید میگید که اول مسئله منو حل بکنید بعد بریم جلو نه نمیگم مسئله من داریم میبینیم مسئله صرف ما رو نه گذشت پیشنهادم اینه که این اصلا این تمام این رای گیری و این جلسه که هفته پیش وجود آمد منحل بشه اعلام بشه که همه نماینده ها رفتن کنار دوباره یه قانون بهترین همین قانون برای انجمن رسانه‌های گروهی نوشته بشه و آدم‌هایی که میان این جلسه رو این اساسنامه رو میخوان بنویسن حتما باید توشون چند تا جوونا باشن از هر کسی جوون فکر جوون نه دیگه همش فکر فسیل شده باشن و رأی گیری باید خیلی صادقانه باشه نه که هر کسی بره خودش در ورده بیره اونجا هر کسی اونو ببینه او رو ببینه یک کسا اونجا صادقانه باشه وقتی صادقانه بود مردم خواهند دید بله. مردم خیلی هوشیارن شما ببینید وقتی شما میگی من سلطنت طلبم نگاه تو هم با سلطنت طلب باشه نه فقط زبونت قلب تو هم با سلطنت طلب وقتی من میگم این ببینید بعضی روشنفکرای ما واژه‌های خیلی بزرگی استفاده میکنن ولی عملکردشون اینقده برای اینه که مردم اینا رو قبول ندارن صادقانه از همه چی مهمتره صادقانه مردم میپذیرنت مردم قبولت میکنن مردم میفهمن امروز مردم 50 سال پیش نیستن شکی حرفای شما رو صد در آقای همایون هوشیار نژاد یا آقای ادمان مفید که باهاشون دوست هستم احترامشون دارم احترام منو داره ولی حقیقت این که آقای هوشیار نژاد که در ایران روزنامه‌نگار نبوده دانشگاه میرفته دانشگاه هنرهای زیبا تا دونم تموم نکرده بوده آقای اردوان و فیلی هنرمنده شاهنامه رو خوب اجرا میکنه و خیلی هم بهش احترام میذارم چون از روز اولی که دیدم با ایشون آشنا شدم رو همون عقاید سیاسی که داشته همون باورهای داشته ایستاده سلطنت طلبه طرفدار خاندان پهلویه هیچ وقت تغییر نکرده خیلی آدم واقعا باحالی هم هست ولی اینا که جزء رسانه همگانی نیستن که حالا چون با مدیر یک رسانه رفیقه میشه جزء رسانه همگانی آقای رافی در اونجا دیدین ایشون رو در اون جلسه آقای رافی کمدین بوده در ایران با برنامه آقای مربوطه کار میکرده اینجا هم نمایش میگذاشت نمایش مختلف تو جامعه جمع خب این که جزء رسانه های همگانی نمیشه درسته که با اینا همکاری میکنه ولی الفبای رسانه همگانی رو دقیقا نمیدونن اینا نشستن جلو تلویزیون و صحبت کردن خب باید دقیقا بدونی که چی صحبتی داری میکنی چی آگاهی هایی داری به مردم میدی در این اوایل که در صورت رسانه های همگانی در شروعش هم فکر کنم از لس آنجلس شد ما یه دو تا مجله داشتیم که یکیش از مجلاتش به نام رایگان بود که آقای فرهنگ فری و آقای مانو خدابخشان مجله رو میچرخوندن تا
تازه مجله هم در کل آقای فرهنگ فرهی میشرخون. بعد جوانان اومد، آقای زکایی در سرای تجربه از ایران داشته، خبرنگار بوده، گزارشگر بوده، چندین سال تو مجله جوانان کار میکرده. تلویزیونم سه تا در اوایل در لس آنجلس بود، جام جم، ایرانیان و جنبش. البته جنبش بعد از مدتی یه مقدار اوایل سیاسی بود، ولی بعد از مدتی رفتن دنبال پول دروردن و شاید اولین تلویزیونی بودن این بود ایران، این تلویزیون تلویزیون جنبش که شروع کردن به بی اعتباری و به احترامی به رسانه ها رو اینا شروعش کردن. کارش هم چی بود؟ از این تلویزیونی که داشتن سوء استفاده مادی کردن در زمین های مختلف. کم کم مردم دیدن که این تلویزیون هم داره یک کار خلافکاری رو میکنه. باور کنین در اوائل که این تلویزیون ها در لس آنجلس باز شده بود، من 1985 وارد او شهر شدم، بعد کم کم آشنا شدم. تای مدیر یک تلویزیون یا برنامه ساز رو توی خیابون مردم میدن با یک شوقی به طرف نگاه میکردن، احترام بهش میگذاشتن، میدید دلشون میخواست که با طرف یه صحبتی بکنن. یعنی اینقدر اینها مورد احترام جامعه بودن، چون برنامه هاشون اولا سیاسی بود و آدم های استخاندار رو وارد برنامه هاشون میکردن. کسایی میدن مثلا دکتر امینی، شاپور بختیار، داروش همایون، آقای منوچهر گنجی یا رزمارا، خیلی اشخاص مهم. اعتباری بود و مردم هم تشنه این بودن که اطلاعات بیشتری بگیرن درباره مسائلی که در ایران داره میگذره، و اینا واقعا اطلاعات میدادن. و این تلویزیون ها باعث شده بودن که وقتی یک تظاهراتی در لس آنجلس میخواست بشه، مردم صبر میکردن که این برنامه ها تا ساعت از 11 شروع میشه تا 2 بعد ظهر تموم بشه، بعد ساعت 3 میمونه تظاهرات. روی حرف این تلویزیون ها حساب میکردن. ولی کم کم یه عده‌ای دیدن خب آقا، یعنی وارد به سیستم شدن، مسائل اینجا رو فهمیدن، آقا میشه بری از این کیبل ها برنامه اجاره بکنی و برنامه بذاری. و باور کنین اونجوری که خود دست اندرکاران اوایل میگفتن، گفتن آقا ما وقتی تلویزیون ها رو باز کردیم، جامعه ایرانیان لس آنجلس احتیاج هم داشت، برای که یه عده داشتن بیزینس میخواستن باز کنن، دکتر، سوپرمارکت، مهندس، مکانیکی، انشورنس، اینا یک جایی باید تبلیغ میکردن. میگفتن آقا ما ثانیه بین 7 تا 8 دلار، ما آگهی، قیمت آگهیمون بود، از 30 ثانیه 1 ثانیه میرفت اوبر اضافه میکردیم، اینجور درآمد بود. و واقعا هم کار ندارم برنامه میدن نمایش، همین جام جم چقدر نمایش های مختلف میکنه با 1 ساعت برنامهش، آدم های مهم دعوت میکرد. کم کم یه دی به مسائل اینجا وارد شدن، کاری هم دیدن نمیتونن بکنن، آمدن رفتن برنامه اجرا کردن، هی برنامه گرفتن، هی در کنار اینا هی برنامه آمد. وقتی آدمایی که این کاره نبودن، اصلا هیچی درباره رسانه نمیدونستن، و چون نمیدونستن فکر کردن که جرار میان جلو دوربین میشنن و صحبت میکنن دیگه تمومه. کم کم تلویزیون برای اونا شد یک ابزاری که مثلا به حریم خانواده که توهین کنن، ابزاری شد که مثلا یکی با کسی که مثلا بد بودن بزنن تو سرش. و این در طولانی مدت، هر کاری نتیجه در طولانی مدت معلوم میشه. در طولانی مدت کم کم اون اعتبار و احترامی که واقعا یک رسانه تو جامعه ایرانیان خارج از کشور داشت از بین رفت. به جای رسید که آقای داور در غرب آمریکا، در شرق آمریکا برنامه زد که دیگه اینو من با گوش خودم شنیدم، خیلی بهم میگفتن، ولی اینو خودم رکیک ترین ناسزا رو تو تلویزیونش میگفت و تماشاچی هم میگفت هم اون تکرار میکرد. با خودم میگفتم واقعا ببین ما این قدم از فرهنگ و فرهنگ میدیم به کجا رسیدیم؟ بی تمدن ترین کشور دنیا، فقیر ترین کشور دنیا، بی فرهنگ ترین کشور دنیا که یک تلویزیون داره، غیر ممکنه، یعنی غیر ممکنه بیا تو تلویزیون فوش رکیک بده. خب
بعد میخواین تلویزیون ها رسانه ها تو مردم اعتباری داشته باشه؟ و اومدن این تلویزیون مختلف به جای رسید که شد آگهی یارو میداد مثلا در یک ماه که 4 دفعه میرفتی میداد مثلا 300 دلار بعد 200 دلار بعد ثانیه‌ای دیگه تموم شد کم کم شد دقیقه‌ای و آقا من دقیقه مثلا 100 دلار میدم به اینجا رسوندن همین همبستگی به حساب رسانه ها که به جلسه دومم نرسید الان 23 سال میگذاره دیگه 1993 بود 23 سال میگذاره تا امروز نتونستن یک سندیکا برای خودشون درست کنن برای که هر کاری یعنی من در طول این چند ساله که تو اینها بودم در خیلی جلسات خیلی انجمن ها خیلی جاها شرکت کردم فیلم برداری کردم سیاسی بوده، هنری بوده، اقتصادی بوده، همین هنر مال هنرمندا بوده، شرکت کردم، ویدیوهاشم دارم. هیچ کدوم شو تمرین به نتیجه نرسیدن. دلیلش هم برای که از اول پایش روی ریاکاری و کلک و دروغ بنا شد. برای اینه به نتیجه نرسیدن. من در اینجا حالا نشونت میدم قبلا هم خدمتتون عرض کردم حتما شنیدید در سال 1996 بود آقای داریوش با خانم رامش خانم رامش برای اولین بار اینا با هم خواستن یه برنامه بذارن توی یکی از این سالونه بزرگی که 5-6 هزار نفر میگیره شرایطون آدیتوریوم مال اون جایزه اسکار قبلی خب مردم بلیط خریدن اولین بارم بود خانم رامش در صورت بعد از گوگوش واقعا طرفدار خیلی زیادی داشت در ایران خواستن ایشون رو برای اولین بار ببینن صدای ایشون رو بشنن چون صدای مختص خودش داد متواضع بود صداش شب بنا بود ساعت 8 در آباد بشه 9 برنامه شروع بشه مردم هم بلیط خریدن واقعا استقبال کردن ساعت 4 بعد از ظهر آقای داریوش رفت رو خط رادیو آقای مروتی گفت من در برنامه امشب شرکت نمی‌کنم دلیلی چی بود ایشون از آقای علیرضا امیرقاسمی و مسعود جمالی که با هم کار میکردن چون مسعود جمالی بولدوزر امیرقاسمی بود چندین سال 100 تا بلیط میخواسته که میخواسته 100 تا از بچه ها رو بیاره رو سن حالا یه سرودی بخونن یه کاری بکنن و مسعود جمالی بهش نداده 100 تا من حقم با او بوده به خاطری که آقای داریوش وقت قرارداد میده میگه آقا من مثلا 100,000 دلار میگیرم خیلی خوب 100,000 دلار گرفتی حالا شما 100 تا تیکت مجانی میخوای اگر دونه 50 دلار که قیمتش خیلی بالاته اونه 100 دلار بشه میشه 10,000 دلار و برو بخر شما تو قراردادی نمیشه که آقا من 100 تا بلیط میخوام حالا ممکنه یه 5 تا 10 تا بلیط بخوای بری دوستای دور برت ولی 100 تا اینو بهانه کرد چون پولش هم گرفته بود دیگه پولش گرفته بود بهانه کرد که من نمیرم البته خانم رامش رفت در صورت من در اونجا بودم تو نرفتم ولی موقعی که مردم شروع کردن آمدن بیرون ناراحت من فیلم گرفتم مسعود جمالی این موقع او میاد جلو بولدوزر میاد جلو گواره ما قرارداد بستیم فلان بوده من چیز شده من بلیطاتون رو پس میدم از این حرفا که همیشه میزنن که هیچ پول کسی پس ندادن بعد چند روز آقای داریوش من یه جلسه گذاشت برای مطبوعات و رسانه ها دعوت کرد که اونجا در صورت یه عده شرکت کردن خیلی ها بودن بعد تصمیم شد رو این مسئله تصمیم شد که تمام کسایی که در کار شو بزینس هستن تو کار هنری هستن تو موزیک خواننده آهنگساز نقاش هر کی که تو کار هنره بیان یه سندیکا درست کنیم همه اومدن کجا تو المپیک کلکشن دیگه وکیل خانمی هم آورده بودن چند تا دیگه هم آورده بودن که نظارتگر بشه خلاصه صحبتاش رو رأی‌گیری شد و کسی که من به خاطر دارم آقای زنده‌یاد تورج نگهبان شورای آغداشرو زنده‌یاد محمود استاد محمد هوشنگ توزی
و چند نفر دیگه، خصوصی 7 نفر 8 نفر شدن رئیس هیئت مدیره این سندیکا. دیگه قرص محکم، همه چیزم هم نوشته شد و وکیلم اونجا بود. بنده هم اونجا تشریف داشتم، فیلم هم میگرفتم. به جلسه دوم نرسید، یعنی جلسه دوم که یک هفته بعد میخواست برگزار بشه انشعاب شد، دو قسمت شد. یک عده طرفدار یه عده رفتن توی کابر تهران اونجا جلسه گذاشتن، یک عده در اونجا باز گذاشتن. به هفته چهارم پنجم از هم پاشید، چون اولا همون چه گفتم، چون از اول صداقت در کار نیست، دومن بعدن متوجه شدیم یک دیم هستن چوب لای چرخ میذارن، نمیخوان در هر زمینی سیاسی هم باشه هنری باشه نمیخوان پا بگیره، چون منافعشون توی هرج و مرجه، توی پانگ هم غیر همبستگیه. و انرژی گذاشتن، وقت گذاشتن، خرج کردن، اومدن، صحبت کردن، اساسنامه نوشتن، نشون دادن در یکی از برنامه ها دارم فکر کنم اساسنامه نوشتن، همینا همه چی به باد رفت. امروز 37 ساله 38 ساله که در غربتیم، هنوز جامعه ایرانی حتی یک انجمن، یک جایی نداره که اگر یک هم میهنی از ایران آمد، خودش رو از اون جهنم فرار کرد، خوش رو به اینجا رسون، بدون کجا مراجعه کنه که مورد راهنمایی قرار بگیره. نمیگم حالا کمک مادی، راهنماییش کنن، جا برش پیدا کنن، نذارن سرش کلا بره. در صورتی که ایرانی ها کلیمی دارن، افغانی ها دارن، همه کشورها دارن غیر از ما ایرانی ها. و برای همینه که هر کسی که از ایران از اینجا میاد به اینجا خوش میرسه، مخصوصا خانم ها، خیلی هاشون تو دام یک ده گور گفتن، امثال مسعود لجن، محمود مشنگ و چند نفر دیگه هستن، چند نفر دیگه هم و اینا رو دوشیدن، بدبختشون کردن. اینا که من با شما در میذارم شاهدش بودم، ویدیو گرفتم، خیلی چیزا رو دیدم. شما دیدید شهر لس آنجلس متاسفانه یک عده معدودی، نه زیاد، یک عده معدودی چی لطمه ها به جامعه زدن در همه شغله ها. فکر نکنید دکتراش هم میجوید، چند دکتر مدیم تو زندان، تو انشورنس دست بردن، دروغ پرونده درست کردن، بعد یه مامورا FBI مامور فرسته به عنوان مریض مچشون گرفتن. اینا فکر کردن که میتونن همش فرار کنن. اجازه بدید من یک لحظه هایی از این ویدیوی چیز را به شما نشون بدم. وقتی که برای این کار گذاشتید برای چشم این رو عرض میکنم که امشب به قصد بررسی و در نهایت تصویب اساسنامه بنیاد هنر ایران و به احتمال قوی اگر که وقت یاری کرد برای انتخاب هیئت مدیره بنیاد گرد هم بگید که ما الان این بنیادی هستیم که میخوایم هنر رو به پابلیک برسونیم، پابلیک بنفیت فاندیشن داریم درست میکنیم و منظورمون هست اگه بعد از یه سال هر کاری که کردید فاند ریزینگ بود و پول تو جیب اینجا رفت و هیچ کاری هم برای اشاره هنر و پیش برد هنر نکردید، مسئول هستید. یعنی اون موقعیت و اعتبار ماست. اگر تا ساعت 10 ما به اون نتیجه از دید خودم دارم میگم، با اعتباری که حداقل به تصمیم نهایی این برسیم، چون راه ما خیلی طولانیه. خوشبختانه اینقدر در این اساسنامه دست باز گذاشته شده برای انتخاب کمیته‌های مختلف که ما بتونیم از حقمون دفاع کنیم و خدای نکرده اگر گروهی موافق مخالف باشن، برای این عقیده که ممکنه تضعیفی از حق ما بشه در گروه‌های مختلف، خوشبختانه اینقدر باز گذاشته شده که به هیچ عنوان نمیتونه تخطی بشه در هیچ نوع حرکتی. فقط من یک مورد اشاره‌ای بود که فقط موارد مالیش هست که استاد اشاره کردن که تا 95% با این نوع حرکت اصلا اشاره‌ای نیست و مسئول هستن. و یک بیارم و بقیه
برنامه امشب رو بعضیتون برسنن. تشکر میکنم. متقبل شدن برای تشکیل 12 جلسه بنیاد در هنرسرا، امیدوارم که ایشون بپذیرن. تشکر میکنم. از سه‌شنبه یک دعوتنامه به هنرمند، تکمیل پرسشنامه، تصویب شورای هنری، تبصره. کمیته‌های هنری شرایط